خب بینندگان عزیز، سلام خدمت شما، سلام خدمت دکتر کاظم افشارها از کانادا. به ایشون خوش آمد میگم چون نبودن چند هفته‌ای و باز هم تشکر میکنم از اینکه قبول کردن برنامه هاشون از روز جمعه به روز دوشنبه بیاد تا با شما باشن. آقای افشارها، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسعین. آقا من هیچ تصویری ندارم آقای سوری. تصویر ما مستقیم میره توی سیستم، مشکل نیست. تصویر شما رو من دارم، فقط شما آها تو دوربین نگاه کنید ما رو ببینید همه چی که اینجا دوربین مقابل هست و هر حال این الان من و شما اینجوری کنار هم نشستیم، برنامه رو بعدا توی بایگانی خواهید دید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، یا من هو اختفاء لفرق نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله، صلاة و السلام علی رسول الله محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، الذی ارسل مبشرا و نذیرا لیظهر الحق یبطل الباطل و علی وصیه بلا فصل علی المرتضی و اولاده الائمة الاحد عشر المعصومین و نحمده علی التوفیق به قبول ولایت این و تبرع من اعدایه. با سلام و درود بی پایان بر موحدین عالم، یکتاپرستان جهان و معتقدین به صاحب ملک و ملکوت اعلی و مالک یوم الدین، با هر دین، شرع، آیین و طریقتی که دارند، با عرض یک دنیا تشکر و امتنان از خانواده محترم نصیر از برای تشویق این ناچیز با حمایت مالی و معنوی بیکران خودشان از بنده، با تسلیم تسلیتی عمیق و جانسوز به خانواده های محترم آتشتشانان جانفشان و دیگر هموطنان داغدار ایرانی من در حریق ویرانگر ساختمان در چهارراه استانبول تهران. و اما مسائلی که میخواستم امروز به عرض دوستان برسونم، اولین کارم عذرخواهی از خانواده نصیر است که به علت گرفتاری هایی که داشتن در این به اصطلاح شاید 15 روز 20 روز یا یک ماه وقفه‌ای که در این تلویزیون اینترنتی قرار بود من صحبتی داشته باشم موفق نشدم و امیدوار هستم که به بزرگواری خودشون اغماز بفرمه. دوستان عزیز شنونده، در حدود یک سال قبلی که از اکتبر و یا نوامبر سال 2016 بنده در تلویزیون آقای سوربی و سال فرصتی پیدا کردم عرایزی به عرض دوستان برسونم، در اون جلسات اول بر حسب معمول در واقع یک معرفی ناچیزی از خودمون انجام شد به وسیله آقای سوربی که سوال جوابی بود. به قول مرحوم سهراب سپهری، ایشون گفت اهل کاشان هستم، بنده عرض میکنم اهل مشهد هستم، لقمه نانی دارم سر سوزن، خیلی کمتر از سر سوزن. ما همواره برای کمی علم بشر، افرادی که میگن خردگرا باشین از این حرفهایی که بیشتر روی مالا خولیا میدهد تا منطق و به اصطلاح استدلال، که وقتی ازشون سوال میکنیم خرد چی هست، بعد از یک دور شمسی و قمری باز میگردوننش به عربی عقل، که تازه وقتی که میگیم آقا خب اگر خرد را به عقل تعبیرش بکنید که ما استاد شما هستیم در عربی عقل، حالا عقل را بیان بکنید، خودشان در حرف خودشان گیر میکنن. بگذاریم، زمانی که ما میگوییم که آقا سوال شد از حضرت رسول الله، یعنی در قرآن کریم داریم یسالونه که انا روح قل روح من امر ربی، بگو روح از امر خداست. مسئله مهمتر و بسیار با اهمیت ترش این هستش که بما اوتیتو من العلم الا قلیلا، به قدری علم کمی انسان ها دارند، ولی خب البته دیگه به هر حال مستی پیش میاد در انسان ها بسته به مقدار ظرفیتشون. یک کسی با یک عرض کنم که به قول قدیمی ها ته استکانی مست میکند، یک کسی با دو بطر هم مشروب بست نمیشود و میگه بسته به ظرفیته.
این مسئله برای همه جهات جاری است. عرض میکنم که مقدار علم انسان دوستان بیننده بسیار بسیار کم هست و یک دونه کامپیوتر و یک دونه تیاره و یک دونه رفتن به نمیدونم فضا و مست نشدیم. اگر شما این فرموده الله رو در کلام الله قبول نمی کنید، نیوتن که خودش قیامتی کرد دیگه. اصلا ما مثل نیوتن خیلی کم داریم. مثلا نیوتن در فیزیک و ریاضی قیامتی بوده است. از ایشون گفتن آقا نسبت جهل به علم بشر رو بگو. گفت شما پیبل میدونید که چیه؟ ریگ نرمه و بچه رو که میشنسین چیه؟ بر یه بچه رو بنشونیم به کنار اقیانوس که 4/5 کره خاکی آب و اقیانوس است ظاهرا. این 4 تا پیبل، 5 تا پیبل این ریگ نرمه که در توی دست این بچه هست علم است. کل آن اقیانوس جهل است. حالا چرا این انسان واقعا نخورده این چنینی مست می شود و هنوزک چند هزار سالی نگذشته زبانش دراز است که نمیدونم خراد گرابشو اینها آن است و نمیدونم خرافات است و اینها بگذاریم. منظور بنده در این بود که یکی از دوستان گفتن آقا شما در اینجا بیان میکنید سلام بر موحدین. گفتم آقا هر کسی خط قرمزی داره. یک کسی خط قرمزش اینه که میگه پول دادیم اینجا میشینی مثلا عرض کنم که چای تو میخوری پولم ندادی رو. خط قرمزش پوله. هر کسی خط قرمزی داره. من در گفتارم و در ارتباطاتم خط قرمز الحاد است. با ملحد جماعت ما کاری نداریم. ملحد هم یعنی کسی که به هر حال نفی و انکار قادر متعال میکنه به دین و مذهب خودش. یهودی ملحد نیست، قدمش گرامی است. مسیحی ملحد نیست. کسانی که اعتقاد بر الله به سیاق کار خودشون دارن اینها موحدن. موحد یعنی هم قبول دارن الله را، خدای خودشون را، یعنی قادر متعال با همون مشخصهایی که ما اعتقاد داریم و بر وحدانیتش هم مقرره. لا شریک له، هیچ شرکتی نداره. لم یلد و لم یولد، نه زاده شده نه میزاید. با این اعتقاد دیگه اینها ما مخلصشون هستیم. آن تعدادی که الحاد میکنن برای اینی که به هر حال خوش باشن دیگه بحثی نداره. داستویسکی در کتاب عرضم به حضورتون که جنایات و مکافاتش به زبان راسکلینکوف که یکی از همون به حساب آرتیستای کتابش هستش میگوید وقتی خدا رو گذاشتی کنار همه چیز بر تو مجاز و مباح است. زیر قولت بزن بزن، ربا را بخور بخور، شراب را بخور بخور، زنا را بکن بکن، هر کار دلت خواست بکن. اصلا نه گناه معنی داره برات نه ثواب معنی داره. اما اینها آقا از 15 سالگیت هست تا 55 سالگیت. تا 15 که چیزی حالی نیست، معمولا از 55 به بعدم دیگه باید بری تو مسئله پروستات و فشار و خون. این صحبت ها خوب حواستو جمع کن. ما خط قرمزمون الحاد است. به محضی که آقا کسی موحد بود مخلصش هستیم، چاکرش هستیم به حد معمول، همون تعارفاتی که بیان می شود، همون ادب کلامی که هستش. اگر نه یک نفر را به خاک میفتد انسان و سجدش میکنه اونم الله است. دیگران را هم همه را خب بنده خدا میدانند. تموم شده رفت. به این دلیل است که من در این یونیورسال ست تا باز این اصطلاح ریاضی به کار میبرم، مجبورم خیلی سریع یک دوره از مسئله ست تئوری انجام بدم. تئوری مجموعه ها که واضحش کانتور، ریاضیدان معروف روسی که البته تا زمانی که اون کرونیکو رو دیگر ریاضیدان های آلمانی مسخرش میکردن برای اون تئوریش، میگفتن این ریاضیدان روسیه. زمانی که دیدن قیامتی کرده است، هیهاتی شده است در مسئله ریاضیات مدرن، شد آلمانی. شما گوگل بکنین جورج کانتور میبینین نوشتن ریاضیدان آلمانی در حال که روسیست. بگذاریم، جورج کانتور در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 ایشون تئوری معروف تئوری ستش رو معرفی کرد. خود مجموعه دوستان که مفهوم اولیه است تعریف ندارد. همه کس میدونن مجموعه چی. مجموعه قلمای روی میز آی سوربی
مجموعه پولهای خرد داخل جیب من، مجموعه آدمای رو کره زمین، مجموعه مفهوم اولی است، تعریف نداره. اما مجموعه ریاضی تعریف دارد. مجموعه ای را در ریاضیات مجموعه میدانیم که هر مفهوم ذهنی یا عینی به محضی که اراده کردیم بتوانیم به راحتی و 100% قاطع بگوییم این عضو این مجموعه هست، یعنی تعلق دارد به این مجموعه، یا این چیزی که تصور کردیم یا داریم میبینیم متعلق نیست به این مجموعه. چون این مجموعه ای را میگن مجموعه ریاضی. مثال مجموعه مثلا اعداد، چون خب ابزار ریاضیات عدد دیگه، مجموعه اعداد از 1 تا 50 اعداد صحیح مثبت، مجموعه اردم بزرگتون که پولهای خورد داخل بدن. برای که به معنی که من این کامپیوتر رو ببینم میگم آقا این متعلق است به این مجموعه، میگم خیر، ولی این مثلا 1 دلاری توی جیب بنده متعلق است به این مجموعه؟ آری. مجموعه زنان دنیا رو در قرن حاضر نمیتونیم یک مجموعه ریاضی بدونیم، چون وجود دارد یک عضوی که میتواند متعلق باشد یا نباشد. این دیگه مجموعه ریاضی نیست. هر مجموعه ای 2 به قوه این زیر مجموعه داره. یعنی اگر شما این مجموعه داشته باشین 1 و 2 و 3، این 3 تا مثلا عضو داره، این 2 به قوه یعنی 8 تا زیر مجموعه داره، البته با احتساب مجموعه توهی زیر مجموعه همه مجموعه هاست و خود اون مجموعه. مجموعه ای که ما در نظر میگیریم بهش میگن مجموعه اونیورسال. یعنی اگر من بیام بگم آقا مجموعه اعداد از 1 تا 50 رو گرفتم، 1, 2, 3, 4 تا 50، این میشه مجموعه اونیورسال. یعنی هر چی میخوام صحبت کنم تو زیر مجموعه این باید صحبت کنم. مجموعه اونیورسالی که من در اون صحبت میکنم موحدین عالم هست. اینها در آن مجموعه جا دارن. بنده با غیر موحد صحبتی ندارم، احترام دارم، معاشرت دارم با احکامی که بر من جاری است. بنابراین پاسخ اون دوست عزیزی که سوال کرده بودن که آقا شما غیر موحد میکنید، آری، اگر یک عرض کنم که ملحدی باشد که با نیت خیر، یعنی بگوید آقا اگر آمدیم صحبت کردیم به نتیجه رسیدیم و قانع شدیم، میوفتیم بر زمین خدا سجده میکنیم، از گذشته ان توبه میکنیم، میشویم معتقد و مؤمن، یعنی ایماندار به خلاق عالم، در اونجا چرا پاسخگو هستیم؟ اما در مرابدات ما نه سلامی داریم نه سلامی میشنویم. ملحد خط قرمز ماست. از این خط قرمز که گذاشتیم سر به قدمش ریزیم، پول فدای سرش، مسئله به سر فدای سرش، همه چیز همه طور انسان است و انسان کوت خطا و اشتباه. به هر حال این موضوع رو چون از من سوال شده بود آی سربی، لازم دیدم که یک توضیحی بدهم که خطوط قرمز هر کسی مشخص باشد. مسئله ما هم که در اونجا میگوییم سلام بر موحدین عالم، معنایش همان است. ضمناً درباره دین و شرع هم سوال کرده بودن، آقا دین عبارت است از مجموعه دستوراتی که به وسیله آن خدایی که طرف پذیرفته است و آن رسولی که پذیرفته است ابلاغ میشه، یعنی باید نبایدها، بکن نکنها، اوامر و نواهی. این مجموعه رو کسانی که تعقیبش میکنن و دنبالش میکنن به مجموعه این دستورات میگن دین. راه رسیدن به حق الحقوق به ذات باری تعالی که باید این راه طی بشود با این دستورات رو بهش میگن شریعت، طریقت. شرع راه رسیدن به حق است با توجه به مسائل و رعایت دستورات باید نبایدهای دینی. و توجه داشته باشن خانم ها و آقایان که از نظر منطقی میگوین اذا ظهرت الحقائق بطلت الشرایط. وقتی حقیقتی ظاهر شد طریقت دیگه میره کنار.
من از اینجا کسی در استرالیا شخصی در هلند میخواهیم هممون در پارک مرکزی نیویورک همدیگر را ملاقات کنیم. هر کس به یک راه، یکی با هواپیما میاد، یکی با کشتی میاد. ببینید حالا این طریقته داره تیل میکنه. ولی زمانی که رسیدن در توی اون پارک که حقش بوده است، یعنی نظر غاییش بوده است، فتلت و شریعه اون راهایی که آمدن گلت باطله. آقا من با کشتی آمدم، من با تیار آمدم، من با پیاده آمدم، بگذاریم. این شد تعریف عرضم به حضورتون که این و دیانت و آن شد مسئله شرع و شریعت یا طریقت. و اما چون اینجا هم من به حقیقت اشاراتی کردم، این وقتی هم از آقای سولی شنیده بودم که ایشون میگفتش که یکی بگوید طریقت چی؟ تفاوت حقیقت و واقعیت. برای واقعیت که بنده حقیقتا اعجاب کردم، واقع یعنی رخ داد، هیچ تعبیر دیگری هم ندارم. هر مسئله ای که رخ بدهد اضاف وقعت الواقع، هرچه واقع شد رخ داد از این واقع است. پس واقع اصلا جایی سوال نداره. درست مثل این که مثل و ضرب المثل. آقا ضرب المثل در عربی کلاس هفت دبیرستان که سن آقای سربی هم باید این رو اون زمان بوده باشه، ضرب ضرب ضربو اولین حرفی بود که تو عربی می نوشتم. ضرب یعنی زده. ضرب زیدون امره، زید امر را زد. ضرب المثل یعنی زدن مثل، مثل آوردن. مثلا یعنی همون مثلی که شما می دانید، اینه گفته پر استفاده. پس اگر بگویم ضرب المثل یعنی مثل زدن. اگر هم گفتن مثل یه خانمی که این کتاب را نوشته است، درسته، خوب نوشته، هزار تا مثل راست میگه، یعنی هزار تا گفته. زمانی که شما استفاده میکنید میشه ضرب المثل. مانعی هم نداره که بگیم ضرب المثل یا بگیم مثل، ولی اگر محققین میخواهند بدانن که فرق ضرب المثل با مثل چیز، آن است که مثل مثل از ضرب المثل مثل زدن است. این همون. چون حالا به استناد این حق و حقیقت و واقعیت خواسته بودن و من هم استفاده کردم، مکلف هستم برای تفسیران آن است که خانم با آقایان، واقعی که مشخص است، حق لفظیست تبیینی. خوب توجه کنید، حق ملموس نیست آقا، حق تانجبلی نیستش، حق تشریعی تبیینی است. بیسمارک میگفت حق و دانه توپ در میاد، هرچه توپ به یارو قوی تر باشه حقش بیشتره. نیچه میگفت الحق و لمن غلب، حق با غلبه، با زوره. برتراند راسل میگه آقا حق در باوره، قدرت در باوره. میگن آقا تویی که میگی من مسلمانم رو به قرآن اشاره میکنم، حق چی میگی؟ میگم خیلی ساده است، زیباترین و ساده ترین. در سوره بقره داریم ما الحق من ربک، حق از جانب خدا نازل می شود. ولا تکونن من الممترین، یک جو دری تردید نکن، همه چیز باطل است جز همان. این تعریفی است که ما از حق داریم. یعنی چی؟ دو تا ماشین می خورن به حق، می خوان ببینن حق با کیه. چون حقیقتی که شما میگین حقیقت اسم حق است. پس شما وقتی حقیقه که چون تکرار ممل دارد مشددش میکنن میشود حق، وقتی میگین حق در بفهمین، حقیقت رو به طریق اولا شناختید. میگن آقا اینجا حق، یک کسی به من گفت آقا شما میگین اینجا حق، خب اینجا یعنی چی؟ ما چجوری با این آیات و کرامات؟ گفتم کاری نداره، شما سوال کنید پاسخ بگیرید. در همان کلام الله کریم و عظیم میفرماید، دادیم که این اطیع الله، اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اطیع الله و اطیع الرسول که همه میدونید، خب یعنی خدا را اطاعت کن و رسولش را اطاعت کن. اولو الامر منکم چی آقا؟ در اسلام میفرماید زمانی که شما در یک حکومتی هستید، در یک اقلیمی هستید، حکومت حاکم بر آنجا اولو الامر است.
و تا اندازه ای که به اصول دین شما لطمه نزند باید اوامر آنها را سر به اطاعت داشته باشید که ما داریم در این کانادا، در اون امریکا، در هر کجایی هیچ مانعی به اصول اصلی دین ما وارد نمیشه، مخلص قوانینشون هم هستیم. حکومتش اولوالامر است، پس پلیس میشود نماینده اولوالامر، میاد اونجا میگه آقا تقصیر با افشارا هستش، آقای سردی اینجا تقصیر نداشته در این تصادم، پس سلام علی من التولد، تمام. الحق من ربک، حق آنیست که از جانب خدا نازل شده برای یک شخص معتقد. خب مردم هم میگن آقا حقوی که پارلمان تصویب کرده طبق قانون، اینو میگن حق. برای این ده مثال داریم، آقای سربی و دیگر دوستان عرض کنم که مسکونی در امریکا بهتر میدانن که از بعضی از ایالاتی که برای قاتل حکم اعدام را جاری میکنن در بعضی جاها نمیکنن. آقای امریکایی یک مرزی در نظر بگیر بین این دوتا استان، بین این دوتا استیت، قاتلی قتله میزنه، مقتولی میکنه اونجا روی این مرز، به این طرف بیفتد حکم اعدامش غیر حق است، اعدام نمیشود، و آن طرف بیفتد مقتولش میکنه، میکشنش، چون در آنجا جزای قاتل عمد مثلا کشتار است. پس میبینید که حق مفهومی طبیعی نیست، بیان میشه، تشریح میشه حقیقت. خب در کتاب معروف اوپنیشاد هم که یک بسیار فرقه معروفی است در هندوستان، اون هم میگه حقیقت ته یک چاه بی پایان است و هرچی که بری بهش نخواهی رسید. بنابراین حق طبیعی تشریعی و تشریعی است، بیان میشه. آن حقی که ما الان صحبت میکنیم در جوامع غربی ناشی از عرض کنم پارلمان هاست، حقی که یک نفر شخص عرض کنم معتقد مسلمان میداند، میگوید حق همان است که خدا فرموده است. آقای سربی $5,000 میاره میده به دست من، میگه آقا این را امانت گذاشتیم، این را بنده به چشم خودم در دفتر مرحوم پدرم میدیدم، جز معمرین و محترمین بود. طرف بیامد میگه آقا این 5000 تومن اینجا باشه، اون زمان که بانگومان گوی حرفا که نبودش، که میگفتن آقا این امانت هست یا نه، میدیم بعدا میخوای. وقتی که ما یک کمی بزرگتر شدیم پرسین آقا این یک صندوقی، یک صندوقی اینطوری میگه چیه، گوه ها این میاره آقا سربی میده، میگه این امانت هست. امانت یعنی همون پولی که داده رو بایدش برگردیم، تو عد الامانات الى اهلها، امانت رو بده به دست خود یارو. اگر 10 تا صدی آورده، 50 تا صدی آورده، یا 100 تا مثلا 50 آوردن، همان پول خودش را باید بدهیم. ولی اگر یه وقتی بگه نه حالا میدم، 2 روز جلوتر از اینکه لازم داشته باشم میگم من حق دارم با این پول کار کنم فلان کنم، هر وقتی که گفت پولشو بگم آقا بفرمید این $5,000. دوستان عزیز، اگر بنده با توجه به رشته تحصیلی عرضم به حضورتون که ریاضیات و فلسفه هم بعدن از ادیان صحبت میکنیم، چون مسئله تهاجم همه جانبه در اسلام، عالی ترین دین خدا، از جنگ های صلیبی آمده است تا همین 100 سال 50 سال قبل حرفا هم کم 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 رنگ شده بود، یعنی دیگه زیاد پابند نبودن. ولی از زمانی که خصوصا سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری در خاتمه کار مرحوم امام خمینی، اینها علم اسلام را علم کردن، واهمه غرب زائقه و حافظه تاریخیش بسیار عمیق است، درست برخلاف بعضی جماعات دیگر. ضربه ای که در جنگ های صلیبی خوردن که اگر عمری انشالله باشه من در جلسات بعد در به اصطلاح تشریح تنقید از آن خبیث عرض کنم نویسنده MI6 کیه اون سلمان رشدی صحبت های خواهم داشت، توضیح خواهم داد. خانم ها آقایان، علت این جریان رقابت در ترس و وحشت واقعی غرب
از اسلام چیست اون رو بیان خواهند کرد. اصلا مسئله ایران و خمینی و چهار تا مسلمان نمازخون نیست، مسئله بسیار ریشه‌ای بسیار به این دلیلی که ما کشیده میشیم به این مسئله. 15 جلسه من درباره عرض کنم استعمار و آموزشی و آموزش استعماری گذاروندم، اکثرا الان صحبت ها میفته رو این جریان برای که موضوع روز است. هر خیانتی که میشود منشأش از غربه. 1000 نفر انگلیسی، 1700 نفر آلمانی رفتن پیوستن به القاعده و خود ببخشین همین القاعده نه اینا کیان این جدیدا داعش و به گفته خود اون ضعیفه کی بود میخواست رئیس جمهور بشه؟ هیلاری کلینتون. میگه ما خودمون اینا رو درست کردیم. خانم ها آقایان، شما رو به خدا بی تعصب استدعا میکنم توجه کنیم و قضاوت کنیم. این جوانهای لاعبالی انگلیسی آلمانی بربر میرن یک نقابی هم میزنن، فقط دوتا چشم میندازن بیرون، سر رو میبرن میگیرن به دستشون و بعد بیان میکنن که آقا این مسلمان بود. نیست اینطور. در مقابل دهها و صدها بلنگوهای فراگیر و پشتیبان بشو از کشورهای مختلف ضد جماعت مسلم، یک صدای ضعیفی در یک تلویزیون خیلی ضعیفتری با 1,000,000 بیننده و شنونده یا با 2 بیننده و شنونده این صحبت میگه، خواهش میکنم شمایی که میشنوین بگه عصبانیت چیز نه، یک کمی به متن جریان خوب فکر بکنیم و بعد خواهش میکنم قضاوت داشته باشیم. هر کاری که میشود میندازم پای اینها و این هم چیزی نیست که مردم ندانن. آقا بشیر بقال هم سر چهارراه از نوغان مشهد میدونه این مسائل رو، ولی خب چه باید کرد که قلم دست دشمن و بلنگو هم دست دشمن. توجه داشته باشیم خانم آقاین، اگر من صحبتم میکشه به این حرفا برای که موضوع روز است. آقا تنها ایران شعبان بیمخ نداشت، آقا شعبان بیمخ همه جا هست، توی همین امریکا، توی همین کانادا، هر کجا، طبقه معلم، پلیس، آجان، نمیدونم هر چی که شما فکر میکنید، قاضی، نمیدونم مرشد، حتی حالا دیگه برای جمهور هم بسیده دیگه، شعبون بیمخ زیاد میاد، مسئله نداره. خانم تراز می بلند شد آمد از انگلستان به اینجا، رئیس دنیا. یکی از دوستان میگفت یک جعبه لنک ترمز هدیه آورده بود در کاخ بوکینگهام به ایشان، دادن و گفتن آه کاخ سفید دفتر کار تلانشانتون نیست آقا جون، این لنتای ترمزتون عوض کنین، یک کمی آرامتر حرکت کنین. هستن خیلی کسانی که اینها فرمان صحبتشان ماشینشون بی ترمزه. حاج محمود آقای احمدی نژاد یکی از اونا بود، آقای دکتر نصر احمدی دوست عزیز خود ما هم که گاهی مزاح میکنیم با ایشان، ایشون هم همینطوره، بعضی ها اینطوری هم دیگه ترمز ندارن، فقط گازه میدن میرن تا یا بزنن سرد فرلت رو پار کنن سقوط کنن توی دره. ترمز ها رو آوردن گفتن یک کمی آقا جون هوا دستون باشه، زمنن اولین سفر کنن تشریف بیانی خانم الیزابت کارتون دارن. توجه داشته باشی خانم ها آقایان، مسئله جنگ صلیبی ادامه دارد و هیچ کس هم نمیتواند شعله افروخته اسلام را چه در این کشور چه در اون کشور فوتش بکند مگر با جنگ جهانی سوم. که باز در اینجا یک یادآوری با آقای سربی میکنم که یکی میگفت نیست، این حرف معروف مرحوم اینشتین هستش که زمانی که اوپنهایمر پدر بمب اتمی به گریه افتاد زمانی که اون انفجار رو کردن و اصولا دیگه اصلا استعفا کرد و حتی من شنیدم که سیتیزنیش هم امریکا قطع کرد و رفت و کار ندارم. اوپنهایمر با اینشتین مصاحبه کردن که اینا پدر بمب اتمی معروف بودن دیگه، وقتی صحبت کردن ایشون زمینن گفتش آقا من جنگ سوم جهانی را نمیدونم چون برای جنگ سوم جهانی ازش سوال کردن، گفت من جنگ سوم جهانی رو نمیدونم چیه، اما مطمئنم که جنگ چهارم جهانی با
همون نیزه و بیل و کلنگ و کلوخ و سنگ و این صحبت ها خواهد بود و همان تعبیری که آقای سوربی هم اشاره کرد. یعنی مطمئنن اگر جنگی بخواهد بشود، نه تاج خبر ماهد و نه تاج گذار، دیگر نمیدونم ستر آهنی کشیدیم و نمیدونم یک چیزایی میگن که اسرائیل میگه کشیدیم، چی میگن؟ تاق آهنی گنبد، بله گنبد آهنیم ساختیم. آقا برید چه تا گنبد دیگر بذارید. اگر غرب با اسلام سر ستیز دارد، در تیک از این تلویزیون ها به نظرم تلویزیون ها شجره است، این کیه؟ این کارس یک مرشدیست و پنج تا بچه مرشد جمع میکنه، یکی لفش قنچه میکنه میگه من باهایی هم، یکی میگه من نمیدونم دکتر هم، یکی از این چرت و پرتا. ایشون من یادم هستش که وقت میگفت خانم این رهبر آلمان، مرکل گفته هندوستان هزار تا، این دارن با هزار تا خدا یک صدا از توشون در نمیه، سبحان الله، به قول ما سبحان الله، که در اسلام یک خدا و یک قرآن به این قصر صدا. خب اینها هم که دیگه هر کس بهشون تلفن میده، نه شیش نفر نوکچه های خودشونن که تایی میزنن که اصلا تلفن هاشون جواب نمیده. باید به ایشون گفت که من از اینجا میگم حالا که آقا جان، از یک نفر کسی که در توی تایلند نشسته یک شهر میگذاشت چه چار تمثیب دورش گذاشته و مجسمه رو خدای خودش میدونه که جنگ صلیبی در کار نبوده، غرب که لطمه ای از اون ندیده، غرب که از اون گاف ترست و آب ترست و نمیدونم چی میان اسمشو، این ادیان مختلف هندوستان که چیزی ندیده، ضربه ای ندیده. آقا جنگ های صلیبی از سال 642 645 میلادی، یعنی در من 21 سال بعد، بله دیگه از زمان شیخین بود، ابوبکر و عمر، بله دیگه حدود 20 سال 25 سال بعد از شروع اسلام آغاز زمینی گرفت، از 60 سال بعدش آغاز علنی گرفت و تا سال 1200 میلادی هم ادامه پیدا کرد تا قلب وین و پاریس و نه پاریس وین و نیس خشون اسلام رفت. هنوز که جبل و تاریخ رو ما داریم که آقا بسیار هم اصرار کردن که از تاریخ رو برش دارن، ولی که این همون طارق ابن عزیزه دیگه، اون فرمانده معروف اسلام، رفتن تا اونجا غرب شرق رفت تا چین و ماچین، این شد گستره اسلام. نفکر کنین به علت جنگجویی، زمانی که مطالعه بکنید میبینید عالی ترین دستورات، مهربانانه ترین و دقیق ترین. گر نکند فهم سخن مستمع قوت فهم، از متکلم مجوی فسحت میدان بلاغت، بیار تا بزنن مرد سخنگوی گوی. تلویزیون های عرض کنم که موضع گیر، افرادی را بیاورید تا مسائلی را روشن کنند. این جماعت حاضر در امریکا دیگه دیو ادیان دیگر هستند، اهلا و سهلا، ولی آن کسی که در دامان مادر مسلمه و پدر مسلم رشد کرده، سبحان الله، که این داره اینجا منحرف میشه و لاقید میشود، این به علت نادانیش به اصول و علوم باقی است. هر چه شنیده درباره یک دینی از دهان دشمن شنیده. حالا دشمن انواع مختلف داره، عصبانی هم میتونه در یک لحظه دشمنی بکنه. آقا حقایق رو ببینیم، اینقدر ما دانشمند داشتیم از صدر اسلام آمدیم تا این زمان رسیدیم. آخه اینا هم اگر پذیرفتن که به زور که نپذیرفتن که، اینا که شما میگیم با شمشیر آمد، اهلا مثلا همه جنگا حمله شون و همون با شمشیر رو بکش بکش دیگه، همه جا میدوره آمد دادید و کیف. سالهای سال گذشت آقا، صدها سال، الان که هزار سال رسید تا زمان این رضا پالانی موسوم به رضای پهلوی، همون که بهش میگن رضا شین الفه، گفتن آقا بیاییم، برای که خودش بنده خدا بی هویت و بی فامیل بود، تمام اون القابی که مثل الان انگلستان که دهن پر میکنن، اینایی که یک
مثلا چی میگن لرد و سر و این حرفا دارن باد میکنن، ایران جلوتر از اونا داشت، الملک بود، از سلطنه بود، از دوله بود و قیس الهازا، چون خودش فاقد این مسائل بود، این رو من کرد که آقا بین حالا اسم و شهرت بذاریم. آقایان خانم ها به بنده پاسخ بدیم، زمانی که آقا میرفتش اسم بگیرد یا فامیل بگیرد، آنجا هم شمشیر عرب بود، اونجا هم ترس پشت سر بود؟ چرا 95% اسامی و فامیلی ایرانی هایی که گرفتن همه علی رضا میبودی، علی اصغر سربی، کاظم افشارها، مصطفی آقا دست بردن قدری میگه ساعت و تفکر، من میگم لحظت و تفکر، افضل و مستین و سبعین عبادت سقلین، یک دقیقه تفکر از هزار سال عبادت سقلین بالاتره. فکر کنیم به خودتون بگین آخری انگیزش چه بود آقا؟ چرا میتونه سارو بره بگه نمیدونم شبیش بود، هر اسمی مخواستش بگیره برای خودش خارجی، هر طور هر حرفی هر صحبتی، چرا گذاشتش خودش رضا، پسرش محمد رضا، پسر بعدیش رضا کوچولو، همینطور برو جلو، اون یکی علی رضا. علتش چی آقا؟ اینجا شمشیر عرب بود؟ ترس و واهمه غرب از اسلام است و برای منکوب کردن و ملکوک کردن، البته ملکوک غلط است ولی خیلی به کار میره، ما هم اشتباه هم به کارش میبریم، لکه دار کردن، از هیچ گونه اتهامی دریغ نمی کنن. همین هفته قبل جناب سربی داماد این آقای شبیه که این ترامپ ایشون اومدش به توی کانادا مشاور عالیش به حساب، آقا این را ما میگوییم که از فردا نگن فلان استاد دانشگاه گفت، فلان پروفسور جامعه شناس گفت که این ایمپیچ میشه، اشتباه کرده. من قوی تر از اون میگم جناب سربی یادداشت کنین، امیدوار هستم شما دفتر ربطی داشته باشین، اینا ربطی اقلا سیدی های شما یا همون برنامه های شما باشه. آقای ترامپ من اعتقادم بر این است که در 4 سال اولیه را به پایان نمیرساند به ای نحوه، یعنی به شکلی ایمپیچ میشه ترامپ، برو بیرون، خودش عصبانی بشود استعفا میده، اینم روی حدس و گمان و علمای علکی بیپایه جامعه شناسی و روانشناسی نیست، معادله ریاضی است، رأس المستکبرین است، جمع مستکبرین رو جمع کرده، چون عادت کرده است در سلولهای بدن این کبر خانه گرفته، اینا حاضر نیستن حرف کسی رو بشنوند، به روزنامه نویس میگه شداد، با یکی که میگه گراد، گفت دیگه صحبت کرد، گفتم بیرود، برو بیرود، بردنش بیرون رو. فردا همین لحن همین مطلب را به نمایندگان خواهد زد، با آنها هم با قول مثال معروف ایرانی بوخ نیستن، بالاخره در هیئت اجتماع دخلش را خواهند آورد از طریق قانونی، چون در سنی نیست که بتواند خودش را استحاله بکند، تغییر بده. رأس المتکبرین هم اینها، شما گمان میکنین این وزیر خارجه تیلرسونش که بخواد بره، فرض بکنید آی سوربین، من یک سوال میکنم برای که یک بسیار تنوع کلامی هم شده باشه، بره این با وزیر خارجه مثلا بنگلادش، یک آدم قد کوتاهی سیاهی مثلا دوتا دندون ریخته گرفتار، بگن وزیر خارجه مثلا زیمبابوه، اصلا این تیلرسون حاضر هستش با اون دست بده؟ به والله با جراحت درس میده. آیا اون آماده هست اصلا حرف اونه بشنوه؟ متکبر و تکبر حالش اینه دیگه، اول متکبر عالم هم شیطان بود، میدونست تکبر اون چه بکرد، متکبرش حالش اینه که حاضر نیست حرف طرف رو بشنوه. السلام. خب این هم تولید تضاد میکنه، برخورد ایجاد میکنه، طبعا نخواهد ماند، البته اگر
بتواند بماند که خودش را باید تغییر بدهد خیلی هنرمند بوده، چون در این سن و سال تغییر استکبار در روحیه منطقی بسیار به نظر من کار دشواری است. حالا این مسئله را یادتون باشه، من دارم الان عرض میکنم که این آقا آمد در توی کانادا، به یکی از دوستان گفتم آمدن این مردک منو به یاد آمدن مرحوم چرچیل میندازه که اومد پیش روزولت گفت آقا جان بیا ما به کمک تو نیاز داریم. هی سفیرامان حرف زدن، این بابای کندی اونجا سفیر امریکا بود در انگلستان، اون زمان سفیرا به هم نتونستن بالاخره توافق برسن. حالا خود من چرچیل آمدن بیا توی این جنگ، گفت آقا ما همون اصول مونروئرمون رو بایستی پیروی بکنیم، ما امریکا رو داریم به خارج کاری نداریم. خب چرچیل هم چرچیل بود دیگه، چرچیل هم چرچیل بود، از خانه ده دامینگ استریت اومده بود. ایشون رفت، هفته نکشید پیرل هاربر سقوط کرد، ژاپن حمله کرد اونجا، درب و داغون کردن اون پایگاه امریکایی رو. خود آقای روزولت آمد تو کنگره گفت حالا ما اعلام جنگ میدیم برای که به ما حمله شد. گفتم آمدن این شیطانک من رو به یاد آن شیطان بزرگ انداخت، قائلی خواهد شد. نمیدانم آقای سوربی شنیدی شما یا نه، دیشب در توی کبک یک عده‌ای تفنگ به دست حمله میکنن، 6 نفر رو میکشن در مسجدی در اونجا دای قانون اسلامی، 10-12 نفر رو هم ظاهرا میگن تا به حال چی کردن که چند نفرشون حالت بخی میدارن. خوب معلوم شد دیگه. بلا فاصله ماشالله پلیس هوشیار کانادا که خیلی هم با امریکا صمیمی هستن اعلام کردن آقا 2 تا مسلم شمال افریقایی کار کردن، اسلامیان، امریکایی، کانادایی، انگلیسی نبودن، اینا 2 تا اسلامگرای های افراطی بودن، از اونا که اونم اتفاقا رفیجی بودن. خب این یک معادله ساده ریاضی است در اصول پالیتیک که ما بخوایم ببندیم. یارو خواسته بگه آقا من این کار کردم، یک جنجالی درست کرده، این ترامپ برای همین ویزا بدیم ویزا ندیم از این چرت و پرتا که خواسته از کنم لجنمالی های تقلباتشون رو تحت شعا قرار بدن، این خیمه شبازی رو درست کرده و جنجال را بندازن. مردم گرفتار و سکینگر هم همش رفتن روی اینه که این فرمان اینجور آن فرمان اینجور، همه اینا کشک و بازیست، همش بازیه. 2 ماه 3 ماه دیگه این واسطه اون میشه، اون وسیله این میشه، بعد میگن حالا ایجوریش میکنیم. واقعا خواستن این را یک اخبار دیگری را تحت شعا قرار بدن. خواست به کانادا بگه آقا تو هم باید همکاری کنی. خب کانادا هم که واقعا کشور آزاد، کشور واقعا راحتی زیبایی است، خصوصا که این نخست وزیر هم پسر مرحوم ترودو هستش که واقعا شخصیت به خصوص خوبی داره. حتما این هم مثلا اونقدر میکنن افراطی فکر کنن نخواستن بکنن، هنوز رد پایش اینجا خوش نشدن میریزن این قتل و غارت رو بپا میکنن که بگن ها میبینید اگر آقای ترامپ میگه آقا باید جلوگیری کنن، این است. هزاران کید و هزاران دام و هزاران حرف آقا اینها درست کردن که اگر انشاءالله خدا عمری بدهد و امکانی داشته باشد این مسائل را در سلسله گفتارهایی خواهیم گفت که آقا این ریشه ادابت غرب با شرق زمانیست، جریانیست، یه همچی نیست که بگیم مسئله ارزم به خدمتتون که امروز و دیروز است. خیلی مسئله مهمی است، خیلی ریشه دار، خیلی زیاد. رودیارد کیپلینگ که اشعارهای انگلیسی میگوید آه که همواره شرق شرق و غرب غرب است و این دو همزاد هرگز تا زمانی که آسمان و زمین در برابر پیشگاه عدل خداوندی قد برافراشتند به هم نمیبینند، رسن نمی پیوندن. اما حرفی که ما می زنیم، آندر مارلو نویسنده معروف فرانسوی، اگر اشتباه نکنم
وزیر فرهنگ یا پومپیدو بود یا همین جیسکار دسن یه حرفا. آقای آندرو مارلو هم میفرمایند که در جوان شرق را عرب پیری دیدند که بر گرده خر خود در خواب بی پایان اسلام فرو رفته است. خانم ها آقایان، تا حدود 40-50 سال پیش اینها چنین تفکری داشتند. گمانشان رسید که اسلام خوابیده است، در حالی که اینطور نبود. در برابر تهاجم غرب، ملت های مسلمان و متفکران اسلامی همگی هم منفعل و گریزان نبودند. در حساس‌ترین روزگار سلطه غرب شاهد حرکت ملت ها و حضور متفکرانی بوده ایم که رو در روی غرب ایستاده‌اند و نه هراسیده‌اند. عرض کردم به شما، سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، اینقدر میتوان نام برد که آن سرش ناپیدا، و در آخر این کارم انقلابی که در ایران شد. چه ما موافق باشیم چه نباشیم، چه مسلم باشیم چه نباشیم، آقایان، علمی بر علیه غرب افراشته شد و این رو غرب خوب حس میکنه. بنابراین به اون دوست عزیزی که حفظ قید میکنم، اسم شریفشونه نمیبرم، ولی نگران بودن، قصدار بودن از این چرتیات که بعضی از این عرض کنم تلویزیون های جیرخار عرض کنم میبفتم بر علیه اسلام و مسلمین این صحبت ها، گفتم آقا شما اگر بدونید فرانسه را با مغول ها ساخت و در جبه همون جنگ های صلیبی مغول از سمت شرق حمله کرد برای تضعیف هرچه بیشتر شرق، اتفاقا به نتیجه هم رسید که اینا رو توضیح خواهم داد. اینها زمانی که این حرکت رو، این مسئله دیدن، زمانی که مغول ها آمده بودن، قرآن ها رو میگذاشتن در زیر سم اسبانشان که روش پیشاب بکنن و مسلمین گریه میکردن ولی حرف نمیتونستن بزنن. در کنار مساجد آلات در میآوردن و پیشاب میکردن. خیلی از این جریانات گذشته. حالا یک آدم سه کلگی بیاد بشه مدیر نمیدونم یک ایران آریا، یک دو کلگی بشود مفسر سیاسیش، یک بی کلگی همسون باغری بشود نمیدونم گوینده ادبیش، بعد توهین کنن. نگران نشید آقا، این یک مسئله است خیلی خیلی عادی، خیلی ساده، خیلی کوتاه. کم اینها در برابر موج روز افزون بازخواست، من میگم افراد کندرآمد، نمیگم مستضعف که بگم، میگم مستضعفین، بر علیه مستکبرین است. اصلا اسمی از اسلام و از عربم به حضورتون که غرب و یرفن نمیبریم. جماعت مستضعف در مقابل مستکبر قد علم کرده، هیچ نیروی هم نمیتونه جلو اینو بگیره. بیش از 2300 سال بندگان خدا در همه کشورها تحمل کردن، حالا فهمیدن که این رأی و رأی گیری و این پارلمان، این نه برای شرکت افراد و مردم در تصمیم گیری هاست، برای مانع شدن آنهاست، برای اینه که جلوگیر آنها بشوند. با بیدی الالا بگن نماینده داری، اکثر نفر صد در نفره میگیرن 10,000-15,000 دلار در ماه بهشان پک اقلومه میدن، اینا میشن نماینده. هیچ دیگه نمیتونه سر بیا حرف بزنه، هیچ جفشان نمیتونه حرف بزنه. اینها برای جلوگیری افراد و انسان و حق طلبان و مردم و با قول کمونیست ها به علت جلوگیری از کارگر بود که آمدین این بامبوله نمیدونم نماینده و یه حرفا رو درست کردن و کنگره درست کردن. از همون زمان نمیدونم مگنا کارتای که انگلستان 800 سال قبل درست کرد، دید نه جلودار مردم میشه. بعدم مردم میگفتن حالا شاید درست باشه، حالا 100 سال 50 سال 100 سال حس میکنن که این مسئله اینها جلوگیری از دخالت انسان است، نه برای دخالت انسان. این توضیح را دادیم، حالا میتونیم این مسئله را هم بیان بکنیم که خانم ها آیان، در همون صدر اسلام هم هر کس میومد خلیفه بشه بعد از رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین، یک نطق افتتاحیه میکردن 10 دقیقه، یک رو اینطور. همه این نطقاشون هم هستش، اگر کسی یک کمی عربی بداند
این کتاب سیوطی داره این رو به نام تاریخ خلفا رو بخونن متوجه میشن. ابوبکر نطق کرد، عمر نطق کرد، وقتی که خلیفه شدش عثمان نطق کرد، حضرت علی نطق کردن، همینطور نطقاشون هم ثبته. عمر زمانی که داشت صحبت میکرد، این نطق افتتاحیه برنامه هاش به اصطلاح امروزی ها بیان میکرد، در آخرش گفت ضمناً اگر من یک تجربی کردم، اشتباهی کردم، به من یادآور بشین. گوشتونو باز کنین آقا، دموکراسی رو بفهمید. این دموکراسی که مورد علاقه مردم باشه، عرق بلندش و شمشیرش کشید گفت بون الله که به تو من جون داده، با این شمشیر کج راستت میکنی، به من تذکر بدیم. حالا میبینید از این طرف یک حرفی میدنن، دو دقیقه بعد شکفته تو مجلس، انگار نه انگار کسی نیار خواهد زدن، همه شیر مالی و حرفای پرت و پلا و صحبتهای وعده های عرض کنم سر خرمن. دوستان عزیز، گفتار بسیار است که باید بگویم درد دلهای علمی بسیار است، و وقت هم که متاسفانه کم و بیننده هم بی‌حوصله، اینطوری میگوییم، ولی امیدوار هستیم که به هر حال یک کلمه از عرایض ما، یک معنا از عرایض ما در هزار شنونده و بیننده در یکیشان هم اگر اثر بکند، میگوییم فست و رب الکعبه، الحمدلله به نتیجه‌ای که خواستیم رسیدیم. ها قبل از اینی که بازنشسته باشیم، در کلاس 10 نفره، 20 نفره، 100 نفره به انواع مختلف صحبت میکردیم. حالا این راه رو پیشه کردیم که شاید 4 نفری بشنون، یک خدمتی کرده باشیم در مسائلی که به ما، مسئله ایران نیست، مسئله چین نیست، مسئله دنباله جنگ های صلیبی و ضربه ایست که غرب خورده است و همواره هوشیار است که نگذارد صدای حق و حق گیری و حق رسانی اسلام به گوش مردم برسد. تمام این حرفایی که درباره قتل قتل قتلوی اسلامی میگن فقط سطحیست و مرخم است. دوم حرفا رو میبرن، یک دیگه رو میگیرن، بیانش میکنن. امیدوار هستم که انشاءالله مسائل به اون نتیجه مطلوبی که مایل هستیم برسیم. و آقای سربی، بنده از وقت خودمون صمیمانه تقدیم شما میکنیم، هیچ مسئله و مانع و مطلبی نخواهد بود. فرمایشاتتون رو اگه خواستید به آخر برسانی و در ساعات ما بود، مهمان ما هستید و مقدم شما گرامی و برچشم ما باد. خیلی ممنون. اجازه بدید من ازتون تشکر کنم و بگم به دوستان که قبل از اینکه شما برنامه رو شروع کنید، شما من گفتید که اگه میخوای ادامه بده، چون بحثی که داشتم میکردم به نظر ناتمام مون، ولی این ماجرا مسئله همینه که به قول اون چیزی که میگه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، پایانی نداره، ما باید بگیم. ولی یه نکته ای رو شما گفتید درباره گنبد آهنین اسرائیل، اجازه بدید همینجا به دوستانی که طرفداری از اسرائیل میکنن و اونا رو مظلوم نما، مظلوم نمایی میخوام، البته عذر میخوام آقای سربی، اجازه بفرمایید، ما میل نداریم که بخواهیم اشاراتی به اونا، من این هم شاید از دهانم در رفت، به هر حال دنبال گنبد نگردن. بله بله، نه میخوام بگم این چه گنبد آهنیه که از یه سنگی که یه بچه با دست پرتاب میکنه میترسه و 20 تا سرباز میان تو خیابون این بچه رو جلو دیگران شلیک میکنن و مغزش رو این همان نقطه ای، این همان حلقه معاقده است، همون حلقه ایست که بنده را به تلویزیون شما به اصطلاح وصل کرده است. لااقل همینقدر هماهنگی هم باعث میشود که ما بتوانیم با هم کار کنیم. آقای سربی جان مثلا میبینن، فقط اینم که از حضورتون خواهش کردم دنبال اسم این کشور و این مسائلشون نباشیم، اینه که دنبال عرایض بنده نباشه. شما در فرمایشات خودتون ماشاءالله کامل مسائل رو بیان میکنیم، من اینجا به هر حال ما خیلی نمیخواییم به اصطلاح کشورها رو تحریک بکنیم، و برای که اینها یادتون باشه آقا آدم خار دارن، آدم خار. نمیدونم من وقت دارم یا وقت ندارم. بخت تمام شد حالا، ولی خب نمیدونم. نه بفرمایید، تموم کنید، مسئله نیست. امروز ما بعد از شما تعهدی نداریم بکنیم. عرضم به حضورتون که
یادتون باشه صلیبی های بی فرهنگ در آن روزگار کاروان هایی از فواحش را همراه داشتند تا سلحشوران بی بهره نمانند، و وقتی به بیت المقدس رسیدند به قول کشش رمون اهل اجیل فرانس که خود شاهد وقایع کشتار عام مسلمانان بوده و نوشته از چیزهای عجیب و بدی و تهوع‌آوری از هر سو به چشم می‌خورد، گروهی از مسلمانان را سر از تن جدا کردند، گروهی دیگر را با تبر کشتند یا مجبور کردند که از برج‌ها خود را به زیر افکنند، پاره ای را چندین روز شکنجه دادند و آنگاه در آتش سوزانیدند. خانم ها آقایم توجه کنید، در سنینی هستیم که میتوانیم این نعره های جانسوز رو بزنیم. دقیقا این تاریخ رو من تبیین میکنم برای شما تا متوجه باشین که تاریخ شیر خدا و نمیدونم رستم و اسفندیار و این چرت و پرتایی که میان در اینجا میدن مشتی افرادی که میخوان مغلوب کنن ذهن افراد رو. آقا اینها رو بیاید بگید چه کرده. حالا این از قول بینندهی که اون کشیش هم بوده، دور خم نمیده. در کوچه ها توده هایی از کله و دست و پای کشتگان دیده میشد. هر طرف اس را هی میکردی در میان اجساد کشتگان و لاشه اطمان بود. صلیبی ها ساق پای کودکان شیرخوار را گرفته به زور آنان را از پستان مادرشان جدا ساخته به بالای دیوارها پرتاب می کردن و یا با کوفتن آنان بر ستونها گردنشان را می شکستن. یادتون باشه امروز نسکایت همچنان باقی است، باقیه شده می خونن. همینی هستش که شما اشاره کردیم با مردم فلسطین. دوستان عزیز، ادامه جنگ صلیبی است. خواهش می کنم اگر شما لجاجتی با حکومت داریم، دلخوری داریم، ما میتونه هر کسی داشته باشه، بعد همینجا که از حکومت دلخوری هستن دیگه، به پای الله و عرض کنم این اسلام نبندید. 90% این حرفایی که میگن دروغ است، تا انشاءالله با ذکر سند تاریخ و استدلالات منطق ریاضی به شما ثابت کنیم که هر چه که شما میبینید فجعه و فاجعه در جامعه داره رخ میده از غرب است، و غرب از ترس علم افراشته شده حق طلبی شرق، و این در یک جمله خلاصه شده است، آن هم همان اسلام است. این هم در جواب خانم مرکل که گفته بود یک اسلام است، یکت دعوا، آن همه دین است. اون دین ها خودشون هم با خانواده هاشون آجون. اسلام همه شما اروپا را قرطه داشت میکرد و شما یادتون نمیره. انشاءالله در جلسه بعد به قید حیات زنده باشیم هممون، این رو بیان خواهم کرد که بدانید چقدر مظلوم شدیم ما مردم شرق، چقدر عالی بودیم و هستیم و چقدر مظلوم شدیم با تزریقات روحی که به وسیله ایادی شیطان صفت خودشون که بودن، در مصر بودن، در ایران بودن، در اردن بودن، خواستن سرکوب بزنن. انشاءالله که حق پیروز خواهد شد. من به هر حال به وقت شما و بینندگان عزیز احترام قائلم و از همین چند دقیقه یکی دو دقیقه هم که احتمالا تجاوز کرده عذرخواهی میکنم. انشاءالله امیدوار هستم فرصتی باشه مجددا در هفته آینده. برای وقت من برام مهم نیست آقای سربی، چون فلکسیبل کردم اون کانسالتینگ هایی که به مدیران میدم، میتونم وقتام خودم تنظیم کنم. یک وقتی جمعه ای برای پیش میاد به دلائلی چهارشنبه ای جمعه ای دوشنبه ای هرچه بود ما در خدمت خواهیم بود، فقط یا با تلفن یا با ایمیل بنده یک روز جلوتر آگاه بفرمایید. بسیار ممنون از شما. ممنون از خانواده نصیر که برنامه شما رو حمایت کردن و همین برنامه همین الان روی فیسبوک به صورت بایگانی میمونه و تا چند دقیقه دیگه روی یوتیوب هم هست تا برنامه آینده شما هم هر روز پخش میشه. حالا شما اینجوری که گفتید اگر بتونین
به جای اینکه هفته ای منتظر شما باشیم سعی میکنیم با شما بیشتر باشیم. خیلی ممنون، خوشحال شدم از دیدارتون. شما دارم همه خوش و خرم باشید انشاءالله. روز روزگار بر شما خوش. دوستان عزیز بسیار ممنون و متشکرم که با ما بودید. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دوستان خود هم معرفی کنید. با امید دیدار، با امید فردایی بهتر و روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.